با سلام، پنجمین برنامه نامها و یادها و همچنان در کنار آقای صدرالدین زاهد و همونطور که در برنامه قبلی وعده دادم به دلایل بسیار این برنامه رو تماما اختصاص میدیم به بیژن مفید، به دلیل خدماتش به تئاتر، به دلیل آنچه که میدونست، آنچه که کرد و متاسفانه زندگی نسبتاً کوتاهی داشت. آقای زاهدی یکی از کسانی که شایستگی واقعی داره برای گفتن از بیژن مفید شما هستید، برای اینکه جدا از خانم ندایی که این زحمت رو در این طول این سالها به عهده گرفته، شما هم از نزدیک با او کار کردید و به نوعی دو سه تا از کارهای واقعا بی نظیرش رو که خود منم در کارگاه نمایش شاهدش بودم. برای شما بیژن مفید کی بود و چه خدماتی به تئاتر ایران کرد؟ ببینید، شناخت من از بیژن از زمانی شروع شد که در سال 1347 نمایش شهر قصه را از ایشون دیدم. من توی نمایش شهر قصه بازی نمی کردم و اولین بار که نمایش شهر قصه را که دیدم و در انجمن دوشیزگان و بانوان، واقعا به نظرم اومد که تسلط بیژن روی شعر ایرانی، روی ضرب المثل های ایرانی، واقعا میتونم بگم که بیژن یکی از کسانی بود که هر لحظه برخورد با این آدم برای من یک کشف فوق العاده بود. خب برای بار اولی هم که ما قرار بود که گروه بازیگران شهر رو درست بکنیم، به ما گفتن که سه تا کارگردان هست، یکی آقای آری بابونسیانه، یکی بیژن مفیده، یکی داوود. داوود که به دلایلی که گفته شد نیومد و اصلا از همون اول ما با دو تا کارگردان در واقع بیشتر کار نکردیم. اولین برخورد منم با بیژن به عنوان هنرپیشه بود، یعنی آربی داشت نمایش ناگهان خازا حبیب الله رو که نوشته ی آقای عباس نلبندیانه و داستانش هم که میدونید که روز عاشورا اتفاق میفته، یا یه ده آدمی روز عاشورا توی خونه مثل خونه شاباجی خانم یه آدمی رو میبینن که سرش رو کتابه و کار خودش رو انجام میده و فلان یه حرفا، و اینا فکر میکنن که تو اون صندوقی که این توی اتاقش داره پر از پوله. برای همین همون روز عاشورا میریزن سرش رو، میکشنش رو، بعدم که در صندوق رو باز میکنن میبینن جز کتاب چیزی اون تو نیست. یعنی داستان واقعا یه داستان خیلی خیلی چه ربطی به عاشورا داشت؟ داستان رو آقای نلبندیان در روز عاشورا قرار داده که در واقع یه جور به اصطلاح موازی بودن قتل این آدم و قتل امام حسین رو با هم به نوعی در مقایسه. چه مقایسه؟ بزن. اسلام عزیز، مد روز؟ میدونین که نه، اینو من توضیح بدم. نه، من توضیح همین است که آقای نلبندیان یه آدم مذهبی بود واقعا، یعنی از یه خانواده بود که واقعا شناخت خیلی محکمی از اسلام کار تئاتری خیلی خوبی داشت. من دو تا کار، ولی بگذاریم، برگردیم به بیژن مفید. بیژن موقعی که اومد توی کار به عنوان بازیگر، من دیدم تمام اون فرهنگ و تمام اون راه و روشی که البته از پدرش میومد، غلام حسین مفید و تئاتر لاله‌زار و تئاتر به اصطلاح حکایات ایرانی، نثر ایرانی، شعر ایرانی، تمام اینها کمک کرد بهش که یه نوع بازیگری رو ارائه بده که این نوع بازیگری برای نوآوری در کار بازیگری بود که در واقع پشتوانش فرهنگ ملی ما بود و این بی نهایت برای من لذت بخش بود که در کنار آدمی دارم بازی میکنم، چون منم سایه اون رو یا همدم اون رو بازی میکردم، نقشی داشتم که در کنار جانسا رو میگین؟ بله.
نه نه چیزو میگم ناگهان هازا عبدالله مال نلبندی، مال عباس نلبندیار. خب ایشون نقش فریدون رو بازی میکرد و من نقش صدا رو داشتم که در واقع انعکاس صدای فریدون بود که به تنین پیدا میکرد در صحنه و در طول نمایش. بعد از این کار بیژن به ما گفتش که من خیلی دلم میخواد که یه نمایشی رو کار بکنم بر مبنای تئاتر روحوزی، ولی باید توجه داشته باشین که ما تئاتر داریم کار میکنیم و نه روحوزی. شماها به عنوان بازیگر، شما هیچ کدوم روحوزی نیستین، سیاه نیستین، کار اونطوری نکردین. شما تمام عوامل نمایشی سنتی تئاتر روحوزی میتونین استفاده بکنین، میتونین ارائه بکنین و بعد کاری رو که ما میکنیم بدون اینکه تقلید روحوزی باشه سعی میکنیم که تو اون زمینه سامان بدیم کار. نتیجه کاری شد به اسم جان نثار. من البته این رو هم بهتون بگم که جان نثار همونطور که میدونین لقب شاه بود اون موقع، و برای اینکه داستان بتونه عملی بشه ما وقایع رو گفته بودین دوره قاجار، دوره صفویه، دوره صفوی، صفویه شاهه. بله بله. و شاه شد یه شاه صفوی، ولی جلادش رو فرستاده بودین امریکا که دوره ببینه. دقیقا، یعنی در واقع ما یه مخلوطی درست کردیم که این مخلوط اشارات زمانی به خصوصی نداشت. یعنی شما اگر که نمایش که شروع میشد شاه بود که من وزیرش، شما شمس قمر وزیر بودید یا شمس کل؟ من در ورسیون، آخه دو تا ورسیون از جان نثار، اونی که من اومدم دیدم شما بازی میکردید. سال اول که ورسیون اول رو بازی کردیم من بودم، آقای پرویز پورحسینی بود که نقش شاه رو بازی میکرد، آقای محمد باقر غفاری بود نقش وزیر رو بازی میکرد، آقای رضا روگری بود که الله وردی اون گردن کلوفتی که به اصطلاح گزنهای شاه رو کتک زده بود و فلانی حرفا اون بود، و اینو گرفته بودن و آورده بودن توی دربار که به شاه بگن آقا این مامورین تو رو این آقا زده بود، و این آقا میخواست نشون بده که چطوری این گزنها رو گرفته بود زده و فلانی حرف، و داستان در واقع کومیک بود. منتها این وسط بیژن به من گفتش که جلاد قضیه یه جلادی هست که تحصیل کرده آمریکاست، برای همین لباس من یه فرم لباسی بود که یا محو یادم آره. من مثلا یه شلوار چسبون داشتم و خطای چیزی روی دستم نقاشی شده بود که این نقاشی ها ضمن این که اشاره به اصطلاح درجه نظامی این آدم میکرد، در این حال اشاراتی میکرد برای که این آدم حالت معمولی هم نداره، یعنی در واقع بهش میگفتن جلی به خاطر اینکه کمی هم حالت هومسکسوال داشت و تخصصش هم تخصص شکنجه بود با کانادا درای و پیپسی. شما بودین که میگفتین قربان شست، یکی اونجا مرتب به پادشاه میگفت که شما خوشخوشانتونه، اون یکی یه وزیری بود که فقط مسئولیتش این بود که بگه کی انگشتتون رو بمیکین. ببینید اون یادم دقیقا ببینید داستان که تعریف میکردن الله وردی رو آورده بودن بهش میگفتن که آقا مثلا فرض کن شما بگو که این اتفاق چطوری افتاده، گفت قربان یعنی نشون بدم. بعد اینا این نشون دادن رو میبردن روی مسئله جنسی و میگفتن قربان میخواد نشون بده. ولی شما حیله سیاسی زدین، یادتونه چه حیله زدین؟ چی بوده حیلتون؟ ببینید ایده ای که من به با بیژن، البته با کمک بیژن و بعدم بهتون گفتم گروه بازیگران شهر که تشکیل شد،
بیژن خیلی خیلی خوشحال بود از اینکه با یه گروهی داره کار میکنه که خود هنرپیشه‌ها آدمای خلاقی هستن. در نتیجه طرح نمایشی که اومد یه طرح نمایشی بود که آزادانه ما میتونستیم توش بداهه سرایی بکنیم و تمام این بداهه سرایی ها رو بیژن با دقت گوش میداد، انتخاب میکرد و اینا رو مثلا فیلمی بود که تمرینات طوری بود که مونتاژ میکرد و این مونتاژ اینا در واقع شکل نهایی کار جان نثار رو برای همین من اول که میومدم نقش گوینده رو داشتم، میومدم خوش آمد میگفتم، میگفتم یه مجلس جشنه، شما هم اومدیم به مجلس، چای شیرینی هم بعدا خدمتتون تقدیم خواهد شد و امیدوارم که از این نمایش کمدی ما لذت ببرین و شادی بکنین و فلانی حرفا. و بعد هم در همون حیث و بیس که صحبت میکردم کم کم به اونا میفهمونم که من تحصیل کرده آمریکا هستم و تخصص چیزی پیدا کردم و مأمور شکل من یک حیله آشکارتر دیگری رو در اون کار دیدم. بله. اگر یادتون باشه که حتما هست، شما بازی میکردین هر شب، این تئاتر مربع بود، یعنی تماشاچی مثل رینگ بوکس اون دور میشست. بله. و همونطور که میگن من اول فکر بودم قاجار، ولی ظاهرا میگفتید این اتفاق در دوره صفوی است، ولی در آنتراک به تمام تماشاچی ها چای میدادید، یعنی بله. تماشاچی ها هم شریک داستان روز میکردید. دقیقا. و یعنی در اون دوره که گفتن آی سانسوره، آی هیچ که هیچی نمیتونه بگه، جلاد از امریکا اومده بود، اشاره به پرویز ثابتی، اتفاق مال روز بود برای اینکه همه حاضرین چای میخوردن و مطالب. من اون موقع هنوز این رو به بعضی از دوستانم میگفتم که میگید سانسور و اینا، که بود، نمیگم نبود، ولی ما کتابای مخالفمون نه در پکن چاپ شد، نه در موسکو، نه در هاوانا، موسیقی و فیلم هامون هم از خارج نمیومد، منتقدترین فیلم ها رو در منطقه که چه عرض کنم در دورترینش باز در ایران، هنوز ترانه های مخالف ما ترانه های اون موقع است. بله. و برای بیژن اوفید از این بابت احترام قلبی دارم، برای استعدادش و شجاعت بیانش. شما میتونین با خواهش موافق باشین یا مخالف، و اصرار من با وقت کمی که مونده برای این برنامه، کسی مثل شما بود که از ارزش و آگاهی تئاتری این آدم گفته باشه. این نبود که یک شعر قصه‌ای ساخت و تموم شد. چه خاطره خوبی از او دارید؟ ببینید، من خاطرم در این است که ما اون موقع هر نمایشی رو که کار میکردیم، واقعا مثلا فرض کنید کالیگولا رو اگه بازی میکردیم، کالیگولا راجع به اگزیستانسیالیسمه، راجع به دوگانگی آدم هاست. خب این دوگانگی در موقع نوشتن کالیگولا و آلبر کامو راجع به جنگ اول، جنگ دوم جهانی هست و اتفاقات اگزیستانسیالیسمی که از هگل میاد و بعد شکل پیدا میکنه در فرانسه. ولی ماها جوانهای اون دوره اون دوگانگی زمانه خودمون رو بازی میکردیم. این دوگانگی چی بود؟ این دوگانگی مثلا میگم، ما یه کوچه داشتیم نزدیک همون چهارراه پهلوی، یه سینما سر کوچه بود، یه مسجد هم ته کوچه بود. این آدم های مذهبی یا کسان دیگه ای، من نمیدونم کی، یه تابلو گذاشته بودن، روش نوشته بود گروهی این گروهی آن پسندند. یعنی در واقع ما توی یه زندگی خودمون هم دوچار یه دوگانگی بله. بودیم. ما این دوگانگی رو بازی میکردیم. توی جان نثار هم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی ما راجع به جان نثاری صحبت میکردیم که ظاهراً در دوره صفوی است، برای اینکه مثلا یکی از صحنه ها این بود که میگفتش که خب اینا که گفتی که اینا آدم نیستن، میگفت نه قربان آدم نیستن، خب مردی که تو با من 20 سالی رو انداختی، میگفت قربان هنوز 20 سالی اختراع نشده. یعنی در واقع بله. اشارات بله. طوری بود که ما زمان رو میشکستیم، چون در همون زمان
اگر یادتون باشه برنامه بود در رادیو ایران. بله، تغییر روحانی اجرا میکرد. دقیقاً تغییر روحانی. و ما این بازی 20 سالی رو قاطی نمایش کرده بودیم و بیشتر هم از این استفاده میکرد. تمام این تمهیدات طوری چیده شده بود که ضمن این که ما یه داستان قدیمی رو داشتیم بازی میکردیم، در این حال اشارات روز بود، اشارات اون موقعی بود که تماشاچی هم این رو متوجه میشه. بله، به حال چون وقت این برنامه تمام شد، با اصرار من و با پذیرفتن شما اجازه بدید که این برنامه رو به بیژن مفید تقدیم کرده باشیم. چه کسی بهتر از شما برای گفتن آنچه که گفته شد. و در برنامه های آینده از این پس، سال 57 شده و شما شاهد انقلاب و ایران رو ترک میکنید، پنج شنبه آینده برنامه ششم نام ها و یادها.